سلام. آره منم بالاخره زدم بیرون. برو به سوی هدف. خیلی عالی دست زدی. حرمت تمام دنیا. همه با این میرن برمیه چون تاکسی که اصلا خیلی جایه تاکسی خیلی گرونه و امت شده فارو فوبانی بفرمه هرچه خواه. سلام، من پیکاسوی موینم و به یه پیکیتاک دیگه خوش اومدین. معمولا من در پیکیتاک با دوستانم یا کسانی که کلن فکر میکنم که یک حرفی برای گفتن دارن که میتونه برای من یا شما یا کلن شنونده هامون جذاب باشه صحبت میکنم و مهمون امشب ما The one and only اومده گامنو بابا افتخار واسه منه پیش شما باور کن بیخیال کافو برارومین رفیقومین من تو چند سال با هم رفیقیم؟ خیلی نیست فکر میکنم پنج سال داداش و قبل از این که با هم رفیق باشیم داداش شما بچه معروف بودی و خواننده بودی و از قبل هم شما میشه. من انقدر چیزای جدید هی دارم در رابطه با تو کشف میکنم. جدی؟ مثلا من داشتم این ترک آخر تو گوش میدادم یادم وا کاکامون بچه جنوبه سرخ و سفیدی اصلا بد نمیشه. خیلی خفنه. آخه جنوبی ها کلن که زورا بیرون نمیره. اما ما یه بار تو رو با ریبون ندیدیم. ریبون دارم منتها ویفرش. ویفر میزنیم. آخیلی خوش اومدی و عزیزی تو چاکره تیم داداش. یه ذره لحجه رفتم. ببین امروز میخوام درباره یک موضوعاتی صحبت بکنم که برای من بسیار بسیار مسئله برانگیز بوده و بذارم به خودش بگم. آقا اینو من گذاشتم برای این لحظه که باهات در میون بذارم. بهتم نگفته بودم. راستش بهت بگم من یه رفیق دارم به نام فرشید فتحی. بله میشناسمش. فرشید دیدی و اولین پیکیتاک من اتفاقا پیکیتاک با اون بود. فرشید فتحی که خب خیلی آدم خفنیه. و بعد من رفته بودم پیش فرشید آنتالیا و بعد کلن آدم های دوروبر فرشید خیلی بانمکن. مثلا نشسته بودیم با هم حرف میزدیم صحبت میکردیم بعد صحبت از نمیدونم زندان شد و بالاخره اوین و اینا و بعد من داشتم گفتم آره بنده خدا فرشیدم که اینجوری اونا بعد یهو طرف گوش که آره اتفاقا اونجا ما با هم بودیم گفتم با شما دیگه چه زندان؟ نه بابا با هم نه بگو آره ما اونجا زندان با هم بودیم اتفاقا فلان و گفتم مثلا شما اوین بودی آره چند سال 7 سال وا بعد یو میگفت فلانی هم بوده فرشید بهش نمیخوره خالی من باشه آره. نه با با هم نبودیم با کی؟ نه نه اون رفیقش میگفت ما با فرشید بودیم آها میگفت ما با هم بودیم یعنی اون دوستش که تو ماشین بود پک بودم یه تو هم مفین بودی؟ گو آره دیگه بعد یو مثلا میگفت فلانی هم بود راننده این هم مثلا بود گفتم آه شما چند؟ ما یه 4 سال گفتم ای بعد مثلا میگفت فلانی هم که الان پیشش بودیم اونم مفین بود بعد میگم ای بابا اینا همه آدم ها مثلا چجوری هست بعد اصلا اینه چرا باید باشه من یه گفتم که ببین من چجوریه هر وقت مثلا با فرشید میشینم انقدر آدم ببینم که همه ایوین بودن بعد یه این بغل دستی من گفت ببین اصلا ایوین یه جاییه که خیلی اونجا بودن مثلا این بروبکس بودن گفتم که سوسن خانم اینا گفتم آره که اونا ایوین بودن بعد گفتم وا کجا میدونه؟ از کدام تو گفتم دیدیشون خیلی اخبار نه نه گفتم دیدی چون من نمیدونستم تا اون لحظه آها همزمان بودیم گفتم که وادیشون گفت نه توی حموم یادگاری نوشته بودن اسمشون نوشته بودن بعد اینو من بهت نگفتم گفتم گذاشتی اینجا فرصت سر زرد بپرسم و اینجا دارم اولین بار بهت میگم آقا تو اصلا کی اوین بود؟ البته دوباره اون ترکی که هنوز بچه ها گوش ندادن و من به خاطر اینکه رفیقتم گوش دادم و خیلی خفنه راستش خیلی ازم تعریف میکنه من حال میکنم براش میفرستم بابا خیلی خوبه آقا یه آلبوم تو راه داره به معمولا آلبوم های موسیقی
یه دونه هیت دارن، دو تا هیت دارن و بعد یه چند تا مثلا آهنگایی که مثلا ممکنه برای مثلا همه چیز نباشه، هیت به حساب. این آلبوم تو تا حالا هر کدوم از سینگلاشو که من گوش دادم به وجد اومده و یه اصطلاحی دارن آلمانی‌ها میگن اووام، یعنی کرم گوش، یعنی دیگه تو کرم گوش داره، هی میکوبه تو همش یاد مثلا هر کدومشو اون ایول اون چیز تو خدا دهنت داشتم استیج اون یارو چیز استیج سناریو که اصلا هیچی بخود اون قسمت وسطش که حالا اسپویل نمی کنیم جنریشن زد، جنریشن زد که دیگه اصلا همین الان دوباره تو مغزمه میدونی. آره. خیلی خفنه. بعد چیز بگو یکی دیگه هم برای عرق سگی که دیگه هیچی، تولده که دیگه تولدشو سینگل تولدشو در تولد بنده رونمایی کرد برای من، خیلی حال کرد. اونو رونمایی نکردن، یه ترک دیگه بود تولده کلا پخش شده بود قبلا. آره همینطور. آره یه دونه دیگه برام خوندی. آره من نشنیدم. آره من نشنیدم. خلاص هر حالا الکی داشت میگفتی آره برات کردم. خب آخه نمیدونم میگفتی دیگه. نه حالا من خوشحال میگفتن میگفتن خب این خیلی وقت پیش پخش شده اون که دیده بود. جلبی تو چیزی تو بچه آبودانی جلب گولت زدم. آره بعد حالا خلاصه من یهو به این فکر افتادم که آقا بیا این داستان اوین تو اسمو تعریف کن. اصلا چرا تو باید بری اوین؟ ببین واقعیتش این که با هر چیزی که بهتر کنه اینا مشکل دارن دیگه. سوسن خانم ترکون. آقا سوسن خانم بد ترکون. میگم بوس بکنه ازم، میگی اسمم سوسنه نه ازم، والا سوسنه موزنه، هر چه بشه سوسنه بشه، سوسن خانم یه دونه بشه. آره اصلا من آلمان بودم، بعد من سوسن خانومو از کجا یهو دیدم؟ دیدم که یه مش پسر توی دانشگاهی دارن سوسن خانم رو میخونن. اول اونو دیدی؟ یعنی اون اول دیدم، بعد من فکر کردم اونا اینو درست کردن. پسر دختر بال اونو که من دیدم به نظرم میومد پسر بودن یا پسر دانشگاه بودن. خارجی بود دیگه، یه دانشگاهی بود. آره یه دانشگاهی آره. بود آره نمیدونم سوسن فلا خیلی هم بامزه. آنکات هم بود. آره من قبلا شنیده بودم سوسن خانومو، ولی من فکر کردم که کار ایناست. البته فکر کردم که نه اینکه مثلا تا 4 ماه فکر میکردم، نه اولین بار. بعد خلاصه گفتم و بعد این چقدر خفنه چقدر باحال، اینا خوندن گفتن نه با اینا نخوندن، اینا لب میزنن و داستان از اینا. بعد ویدیو رو دیدم که برای ویدیو کلیپ های اون زمان خودش حاجی یه سر و گردن بیشتر. آره یه دایمنشن به قول تو یهو چیز شد، سطح موزیک ویدیو سازی یه ارتقا پیدا کرد اصلا. یعنی خیلی حرکت بولد و شجاعی بود واقعا. آره قبول دارم، خوبم ترکوند و دادتون به اون جای تاریخی. حالا ولی واقعا نمیتونم دلیل براش بیارم، ولی نه خواست چی شد اصلا؟ شما اینو اصلا چی شد که تو رفتی تو برابکس و اینا؟ ببین یه ما توی استودیو با هم دیگه کار میکردیم و اینو بچه ها کار من دیدن، گفتم بیا برای یه موزیک درست بکنیم تو حیفی. یه موزیک درست کردن به اسم از حرم سرا تا آمستردام، اسمشو خودم گذاشتم، این شعرش بود. بعد این که اومد همون که میگم میخوام یه چیز بگم شما تصور کنین، بریم بشینین تدبر کنین، تجسم کنین و تحول کنین. آه. فکر کنین بشو از اون گوشتر کنین، دفع بلندشین از روی پام، کنسرت دارم توی آمستردام، او ساعت رو نگاه کن 11:30 ای واقعا 11:30 دیره او ساعت رو نگاه کن 23:30 دیره بیار شورت و جوراب از بالکن، بدو دافی کفشم رو پام کن، بپر در پارکینگ رو بازش کن، بعدش برو لیموزین آتیش کن. اینو چقدر هم فمینیستیه زد آره شوخی میکنم. آره بعد این آهنگو درست کردن، وسطش هم گفتن برابکس که معرفی میکنه گام نو. اینجوری شد من رفتم تو سوسن خانم قرار بود ساسی مانکن به جای من بخونه. آره اونم چون اونم یه آره یه ویدئوی داد، یعنی اونم یه آنی داره که بعضی وقت، یعنی یه مقداری اون مدل خوندنی که شما اون تو میخونی ساسی هم یه ذره شبیه اون موقع میخونی. آره. اصلا یه قطعه هم آماده کرده بود براش. آره. میگفت سوسن آدم های نامحسوسن یه همزید. بعد خیلی هم باحال بود، ولی گفتن ساسی الان رو دوره، ما هر چی بدیم میگن ساسی اینا رو آورده بالا. مومن خوب میخونه، بدیم مومن بخونه، اونم هوشمند بوده باهوش بوده.
گفتن هومن بیا تکست ساسی رو ازش بگیر. گفتم من تکست کسی رو نمیخونم، خودم مینویسم. ساسی هم بهم میگفت، میگفت تو تنها کسی بودی که من حسودیم نشد تو رفتی خونه، هر کسی دیگه ای بود من حسودیم شد، تو رو خیلی دوست. اینجوری شد من رفتم، رفیق شدیم و اینا. بعد از یک سال اومدیم بدو دیره رو کلیپ کنیم، 70 میلیون هزینه جا اون شد اون سال، سال 90. این الان بدو دیره کدومه؟ بدو بدو دیره دلم داره من... جای دیگه میره که زنجون. خب اونو اومدیم کلیپ کردیم، یه سری خونه های دو متری چوبی ساختیم و واقعا 70 میلیون سال 90 هزینه شد. بعد اینا اومدن یکی لومون داد ریختن لوکیشن، ولی سازیم این یعنی بعد از چی؟ آره یک سال بعدشه. یک سال بعد از سوسن خانوم. خب یعنی قشنگ ترکوند چیز شد، سر و صدا شد. کلیپ دوم فلان بعدن اومد آفرین. کلیپ دوم یکی لو داد، فروخته بود. آره اینا فروخته. اینا میخوان یکی دیگه درست. آره اومدن تو پاک دشت ورامینم بودیم، ریختن سر ست، ریختن سر فیلم برداری. دقیقاً کی؟ موقعی که کارمون تموم شده بود. ها گرفته بودین دیگه، همه چیو ضبط کرده بودیم. الان یعنی اون ویدیویی که وجود داره، ما از زندان که اومدیم بیرون، یعنی فوتیجو بهتون دادن؟ نه ریکاوری کردیم دادیم بیرون. حالا فوتیجا رو برداشته بودن دیگه، گفتیم بیان دوباره بگیرن. ما هزینه کردیم، ما وقت گذاشتیم، بیان دوباره بگیرن. این سه تا آماده کرده بودید، دوباره از اول گرفتید، ریکاوری کردیم، همه رو پاک کرده بودن. چجوری در آوردین؟ پس چجوری ریکاور کردیم؟ ریکاوری کردیم، بلد نبودن که کامل پاک کنن. پاک کرده بودن کامل، ما رفتیم ریکاوری کردیم، از تو هارد دوباره درشون آوردیم. بعد نه چه جرعتی حالا برو برو بابا بکن. ببین یه آلبومه تو الان بیا برو اینو بگی آقا اینو الان بیا برو برای یه نفر تعریف کن، بگو که یک گروه موسیقی هستن، یه بندی هستن، اقامت همه جا میدن، میگن اینو بابا به خدا اقامت که اصلا جایزه چیز هیومانیتری هم باید بهتون بدن. آقا یه بنده که مثل همه بندهای موسیقی دنیا باید دنبال مثلا ترانه خوب باشه، ریتم خوب، تنظیم، تهیه، هزینش اون 70 میلیون موقع خیلی بوده برای شما. آره واقعا خیلی تو بعد جیبتون گذاشتین دیگه. آره دیگه بعد مثلا هزینه کرده از جیبش ورده گذاشته فلان بسار اینا، و بعد بغیر از یعنی اینا رو احتمالا مثلا تهیه پول، تهیه مثلا سد مسائلش، خود آهنگه، انتخابش، همه اینا رو همه بندهای موسیقی دارن. اینا رو بذار به کنار، تو تازه بعد بری با اجدها بجنگی. آره یعنی اول تو یعنی باید بیای از زندان بگیرنتون، بعد تازه درآمدم نداشته باشی ازش، میدونی نمیتونی بفروشیش. آره. نمیتونی کنسرت بذاری، نه اسپاتیفای درکار هیچ. تایه تایش دیگه ما چی کار کنیم؟ باوش بازی در آوردیم، اومدیم برگری زدیم. آره اونو میرسرم. آره عشق دیگه آقا. ریختن سر ست چند نفر بودن؟ چجوری بودن؟ ببین 5-6 نفر بودن، شاید بیشتر یادم نیست، ولی اومدن کتک زدن همه اونو. بس وقت آرسی تو سوسن خانوم شما تعمدن دختر نداشتین از این به این خاطر که یه آره، گیر ندن؟ آره میخواستیم گیر ندن. یعنی شما همه یه موضوع همه چی رو در نظر گرفتیم، همه چی رو در نظر که اتفاقا با نمک هم شد. آره یعنی آیرونی هم داشت توش دیگه، محدودیت باعث شد خلاق خیلی قشنگتر و آره خلاقتر. ولی یعنی شما حتی دخترم نداشت تو یکی چی؟ هیچ کدوم. یعنی همینجور اگه دختر داشتین که لابد منکراتیش هم میکردن. نه آره 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 یه مش پسر همه، حتی تو پشت صحنه، حتی تو پشت صحنه هم یه دونه دختر بود اومد رفت. نه اون موقع یکدن نبود، نبود اصلا. اینا شاید مثلا پیش خوشون فکر میکردن میریزیم یه مش دختر آره، پسر رو آره. دارن چیکار میکنن اصلا یه جرمایی نوشته بودن بی ربط است. و از کجا چجوری ریخت مثلا شما؟ اصلا شما اصلا فکر کردن چقدر طول کشید این ضبطش؟ من دارم تجسم کشید توی اوج سرما بود و اینا تصاویر خیابون چیز بود دیگه، بیرونی بود. ما دور تا دور رو یه فضای خیلی بزرگی سبز کرده بودیم، خونه‌های دو متری گذاشته بودیم. بعد از اون طرف یه بخشای دیگه‌ای داشت که استیج بود، بچه ها لباس های بیتلزی پوشیده بودن میرقصیدن. ریختن گرفتن و اول از کجا من چجوری مثلا از یادم نیست، دیوار اومدن در اومدن، خیلی مهم نیست. این از این مهمونی دیگه که میریختن، این مهمونی که میریختن. حتی اونقدر هم که عادت بود، عادت داشتیم ما که مثلا یاد میریختن تو مهمونی یه بودیم دیگه. اصلا مهم نیست چجوری ریختن. خب بعد
بعد ما رفتیم کتک خوردیم. آره اومدن زدن. آره منم حسابی زدن. لباس داشتن؟ یا لباس شخصی؟ شخصی بودن. ولی ولی میدونستی دیگه چیز دیگه قشنگ مأمور داره میزنه. آره دستبند؟ از وزارت. آره از اطلاعات اونجا بودن. آره ولی ما که رفتیم تهران میگفتن اینا خیلی اشتباه کردن زدن. همیشه پلیس آره پلیس دیگه. اونا کارشونو بلد نیستن. شما ببخشینش. باشه ما بخشیدیمش. خب بعد گفتم شب کجا شب نگرفتیم داشتن. آره سه روز موندیم و کجا؟ تو بازداشتگاه معمولی. سه روز موندیم بعد گفتن شما باید برین زندان. کدوم زندان؟ تو این سه روز هم هیچ توضیحی نمیداد برای چی گرفتن. نه. چون که شما باید برین. تو همین الان بی خیال چی خیلی زحمت کشیده بودیم. نه نه بی برای چی؟ برای کلیپر. نه بی هول و ول این که الان اینه با ما چیکار میخوام بکنن نداشتین. ببین واقعا یکی از نگران کلیپ بودیم. کلا نگران کلیپه بودیم. آره همه ناراحت کلیپه بودیم. گفتیم چی شد؟ کلیپ خیلی خفن بود. حیف بود. اینا حتما پاک میکنن. و کردن. آره و کردن. چقدر نامردن. چرا؟ 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 واقعا آخه ببین نه اصلا لوکیشن رو دیدن اینجوری شده. لوکیشن رو دیدن گفتن اینا حتما دارن از اونور تغذیه میشن. از کجا؟ از آمریکا مثلا هر جا. دنبال این بودن. دنبال این بودن ببینن این پول شما این همه هزینه که از کجا اومده. عمرند از جیبتون گذاشته. حالا اسپانسر داخلی یکیشون نوار بهداشتی بود. به خدا اسپانسر نوار بهداشتی داشتی. اسپانسر هم پیدا کرده بودید. باری کنید. آره. بابا دمتون گرم. اسپانسر نوار بهداشتی بود. یکی دیگه یه چیز دیگه بود. 20 تومن داده بود. 10 تومن داده بود. بقیهش خودم بودش. من تو کلیپ یه دونه اینجوری میکنم. این یعنی من پریودم. یه علامت بود. من تو کلیپ انجامش میدادم. مال اون شرکته بود. مال اون شرکته بود که نوار بهداشتی تولید میکرد. خب بعد اینو علامت رو تو کلیپ من زدم. اولین بار دارم. خب عجب. آره بعد گفتم باید برین اوین. اوین دادسرای اوین. آره نه نه زندان اوین برای بازجویی. یه سری سوالات هست. به همین خاطر رفته بودین توی چیز چی؟ 209 بودین دیگه. آره مستقیم رفتیم چون اونجا بازجویی میکنم. چون اونا 209 بودن. آره که به من گفتن ما اونجا رو دیوار من 209 هم با چیز دیگه. من همه جا نوشتم تو زندان. همه جا. بعد از اون سه روز بردنتون توی یه ضرب بردن اوین. یه اول بردن اینجا تفهیم اتهامی چیزی. نه نه یه ضرب. یه ضرب. بعد نگور خیلی بودن اوینو مثلا دیدین. من دم رسیدیم اونجا دم در اوین. آرش دومادمون جیبش کردم بهش گفتم ببین واقعا نگران نباشی اینم یه زندگی جدید دیگه ما داریم میریم ببینیم چی میشه. اون کجا بود بنده خدا؟ اینو که گفتم اون کجا بود بنده خدا؟ دم در اومده بود که آره نگران. آره فکرم اونم گرفته بودم. آره اینو که گفتم این جمله پیچیده بود تو خانواده ما که هومن گفته دیگه تمام دیگه گنده میکنن یه چیزو ما رو بردن دیگه. به باور کن زندان برای بیرونیایی که منتظرتن خیلی زندان تره. من که ذهنم محدود شده به تو فکر میکنم که همبندیمی به بغلیم فکر میکنم به اینکه چجوری بیام بیرون. اصلا نمیتونی به بیرون فکر بکنی. واقعیتش اینه که دنیات کوچیک میشه. آره دنیات کوچیک میشه. واقعیتش اینه ایران هم یه دنیای کوچیکه. ببین خود به خود من اومدم اینجا واقعا مغزم باز شد واسه زندگی ها. و قبلترش هر وقت سفر میرفتم همیشه ذهنم بیشتر باز بود. آره میفهمم. قشنگ ایران هم همونه. این حساره رو دیگه نمیتونی مغزت بیشتر نمیره. این حساره رو دیگه حس نمیره. توی انفرادی وقتی میبینی واقعا فقط به خودم فکر میکردم. نمیتونستم به بیرون فکر بکنم. تک تک تو انفرادی بودین یا توی تو جدا دیگه. آره دیگه تک تک انفرادی. چند نفر بودین؟ ما 4 تا بودیم با بچه های بر و بکس. چیزی نگرفتن؟ چی میگن؟ اونا نه اونا چی میگن؟ تیم کرو تهیه و اینا رو. یکی از بچه های تصویر هم بودش بنده خدا اونا هم گرفتن. آره اونو ولی زود آزاد کردن. چند روز توی چیز بودی؟ من 10 روز بچه ها 36 روز بقیه 36 روز؟ آره
تو اونا پر... قیافت خیلی تابلو تره. به تو قیافه نیست که، به اتهامه. میگفتم اونا تولید کننده اونا باید تو... بمونن. تو فیچر اینا رو من فیچر بودم. میگه به قیافه است. چی میده آقا؟ آخه از اول اصلا برای چی باید آخه این بنده بگیرن؟ همون انقدر سوال تو ذهنته که به اینم ممکنه گیرن. پس میگه مثلا حالا تو بازم قیافت منکراتی تر از اونا به نظر میرسه دیگه. موامو همون اول زدن گفتش ببین ما خیلی با موی تو مشکلی نداریم، ناراحت نشو از ما. اینجا شپش میزن. اگه چهر روز قرار بوده باش نه با اصلا تمیز بود 209 چه شپشی؟ نه دیگه لباس خواست تمیز بود، لباس خوب میدادن، پرتقال میدادن. به جدی ببین من با من همیشه تو همین پیکی تاک با فرشید فتی صحبت کردم و فرشید فتی 361 روز در 209 بوده در انفرادی. گذاشتم قشنگ یک سال بشه، حالا یه چهار روز بشه تخفیف شدن دیگه. و در حقیقت زمانی که میره چیز میکنه، تهدید میکنه و میره توی اعتصاب غذا، یه 7-8 روز 10 روز از اعتصاب غذاش که میگذره، یه مرتبه دیگه از اونجا میارنش به چیز، به بند عمومی. آره. اینه که مثلا حالا 209 چه شکلی و اینا رو کاملا برای من توضیح داده. ولی حالا برای یه آدمی که حالا از پای ست گرفتن و بردنش، آقا خیلی شوکه بود. آره مثلا برای بچه میگن چند روز قرار باشی که؟ نه اصلا همین مشکل دیگه. آه. مشکل اصلی همینه. اگر بدونی یک ماه میگی اوکی، روزهای سخت میگذره و تموم میشه. جا داره یادی بکنیم، امروز که ما داریم این رو ضبط میکنیم، توماج صالحی تقریبا 251 روزه که اگر اشتباه نکنم 251 روزه 221 روزه توماج را آزاد کن در انفرادیه. سم به خونا که ریختی و تقاس ندادی، آدم به آدم میرسه، راه فرار نداری. توماج جان امیدوارم که به زودی آزاد شی. نه جات اینجاست. خب الان تصور بکن تو 10 روز بودی الان اون بچه الان و بعد و واقعا بازم ندونی. البته شجاعتی که اون داره اصلا حالا اصلا اون قابل قیاس. حالا البته شما میگی آدم ترسوی نیستی، ولی که خب اصلا توماج برنامه و کارش و فلان اصلا یه ملت خودش به تنهایی. دقیقاً یقیناً عمیقاً همینطور. خب بعد رفتیم اون تو، اولش که میخواستیم چیز بکنیم کلن میگشتن و فلان و اینا همه جا تو دیگه، همه جا تو سرفه کن بشین و پاش و ببینم چیزی میفته. بعد تو مدرم هیچ که متفق میزن. آره همونجا دستشوی توی خود سلوله داری؟ آره نه دستشوی بیرونه با یه بس سلاف کنی. آره یه زنگیه، زنگ هم نیست، چراغه. یارام هیچ وقت سری نمیاد چون پرو نشی. همیشه نیم ساعت بعدش میاد میگه چیکار داری؟ میگه من میخوام هم دستشوی. و دیگه میبرد و چشمت میزنه میبرد. بغلت هم سه نفر هستن، اونجا سویت بهش میگفتن. سه نفر هستن، نفری سه تا پتو داری، یه دونه زیرت، یه دونه روت، یه دونه زیر سرت. و تو تو سویت بودی؟ آره سویت. یه روز انفرادی بعدش تو سویت. سویت هم انفرادی به حساب میاد در حقیقت. آره دیگه انفرادی. ولی که حالا مثلا ممکنه یکم بذارم بغلت. ولی حرف میزنیم با هم؟ آره خیلی یواش حرف میزدیم. بعد تو که اینقدر میخونی میدونی نمیذارن اونجا آواز بخونی؟ فکر کنم یادم نیست. چون فرشید میگوش که من دیگه دو مرتبه اومدم بخونم به چیز دادم به هم. آره دیگه کلا بلندم خیلی نمیشه حرف زدن. خاطر اینکه بغلیه میشنوه تو میتونی ارتباط. بعد هی میبردن تو بازجویی میبردن. آره چند بار یه بار چی میگم در خودش مثلا یه بار بازجویی هم نمیتونی ببینی دیگه پشت دیگه. آره آره تو رو آره. به دیواره اونم دوباره رو چشت تو از این زیر مینویسی. آها یه چیزی اینجوری ولی میتونی ببینی. آره آره ولی نمیذاره برگردی ببینی. نه نه از اون پشت اصلا باتن. علاقه هم نداشتم ببینمش چیکار کنم. یه صدای یارو مثلا کیه اینا اصلا مهم یه ذره ترسناک‌تر لابد. نه من واقعا نمیترسم که از پشت حرف میزنی فرق وارد نداشت. تو که بابا کلن اگر بفهمه تو بهش دروغ نمیگی هیچ کاریت نداره.
میفهمه یارو دیگه کارش اینه. آره میفهمه. دروغ چی داری؟ دروغ بگی من همه چی میگفتم. چی داشتی مگه آخر؟ چی باشه اصلا؟ بعد چی یه سری چیزایی با هم هماهنگ کرده بودیم، مثلا مثلا اینکه پول از اونور گرفتین، ما میگفتیم نگرفتیم، واقعا هم نگرفته بودیم، ولی مثلا میگفت قبلا که آرمین هاشمی مثلا دیدی هیچ وقت راجبش حرف نزنین بچه‌ها. آرمین هاشمی که همونم رئیس آونگ، صاحب آونگ. آها صاحب آونگ. ها تو آمریکا دیده بودی؟ آره آره. اون شما آمریکا تو دبی دیدیم؟ دبی. آمریکا بعدش. بعدش رفتین ها. تو دبی دیده بودینش؟ می‌خواست بگی از اون حرف نزنید. از اون حرف نزنید. یهو آره. حساس باشن اینا. آره. هیچ کدوم حرف. 10 روز اضافه بشه دوباره. آ هیچ کدوم حرف نزنید. نه. اینو هماهنگ بودیم. اینو هماهنگ بودیم. یه چند باری کنار هم وایم سن یه چیزایی به هم میگفت. ما شما اینو نگین. خب با هم هی میپرسید که مثلا از آمریکا بهتون کمک شدی، اسرائیل آره، از غرب فلان آره. زاینا تو هم میگفتی نه آدم پول از کجا آوردی از فلان جا از چی کار کردی تا الان چی کار کردی اول ناهنگت چی بوده اون با کی آشنا شدی همه رو بنویس اسمشونو آدرساشونو بنویس دوباره از اول فردا همین رو دایت عمود عمد کدوما خارجن همه رو بنویس بابا من نمیدونم آدرسشون چی نه بنویس هر چیزی هم که مینویسی امضا کن انگوش بزن اینو دوباره فردا عین اینو میپرسه عین این نه جدید بعد یه سری چیزا رو دوباره اضافه میکنه. آها اینو بهت بگم یه نفر والا سرم چون انقدر پروندهمون چرت و پرت بود یه نفر والا سرم داشت یاد میگرفت بازجویی رو وای اینا رو گرفته بودن باهاشون تست برن. آره دقیقاً گذارن هم دهن پر کن و معروفن خوبه مثلا هم موضوع خوبیه همین که واقعا هم کاری نکردن دیگه اشتباهی بشت... نمیتونی خلاصه بالا سرش بهش میگفت نه نه اینجوری نپرس ببین آره خداییش یه همچین چیزایی آدمه عجیب بزاش ما گوشی سر کار اینجا زدن. خب بعد بعد ده روز بعد ده روز دیگه اومدن گفتن که آره یه جمله باحالی بود میگفتن زندان واسه زندانبان میمونه همه ما رفتنیم. یکی میگفت کلن مد بود میگفت مد بود آره. یکی از این جمله هایی بوده که حالا بقل من بگم کیا بودن باورت نمیشه تو اون روزایی که سه روز مثلا سه نفر تو سوئید بودیم آره اون نه روز آه. میتونی بگی آره بگی. یکیشون رضا شهابیه رئیس سندیکای شرکت باید چرا بنده خدا الان کلن همیشه میگفتش که این همیشه میومده اعتراض میکرده میگفته آقای کارگر شما حقت اینه برو بگیرش اینو مینداختن زندان چون حقشونو میگفته بهشون یاد به میدادی که چی کار بکنی به کارگر رو میگفت حقتون چیه الان کجاست سرنوشتش چیه الان تازه آزاد شده تازه آزاد شده از اون زمان که باشون نه این بنده خدایی میومد بیرون هی مینداختنش آه بعد ها فعلا آزادش کردن الان هم یه سرچ بکنید پرونده درخشانی داره آره با فرشیدم که اون روز برای من تعریف میکرد که چه آدمایی مثلا توی اوین بودن مثلا چه میدونم مثلا چه میگن هیئت علمی مثلا چهار تا دانشگاه رو میتونست تغذیه کنه فرشید مثلا اونجا اسپانیایی یاد گرفته موسیقی یاد گرفته آواز خونده مثلا یه انگلیسی چقدر مثلا خونده درس تاریخ خونده خیلی مثلا با من میگفتم یه کاغذ قلم بده نمیدادن نامردا آخه توی چیزی دیگه توی انفرادی وقتی آره بری تو بانک اونجا میدن کتابم میدن آره 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 ولی کلا منتظری که ببرنت بند دیگه چون نمیدونی چقدر میمونی حداقل بری بند چهار تا آدم ببینی آره آره. حرف بزنی یه جدولی به دهل کنی تلویزیون هست مثلا آره آره. به اینا قانعی دیگه ما بریم ما رو به اینا برسیم آره. خب بعد هی چیز هی آره من این بنده خدا رو آره این بنده خدا رو بیدارشون میکردم میگفتم پاشی میخوام بهتون بازی یاد بدم من همه میخوابی آقا چی کاری نمیتونه بکنه این بنده خدا نه صبح مثلا میشد میدونم نه یعنی تو زندگی کار خاصی نمیتونه آره یه میزنم. چیزه یه مثلا از اونجاست تا اینجا اینو همه نوبتی میرن میان این راه میریم که انرژی اون حداقل خالی بشه دیگه آه. اول این بعد کنار هم رد میشیم بعد حرف میزنیم یه سری چیزا آروم میگفتیم توی اتاق ببین مثلا کلن... آره هی بتونه انرژیمون خالی بشه یه تحرکی داشته باشه شنو بریم مثل این خلاق نه بعد اکسیژن خوبی هم اکسیژن کافی هم که نمیاد توش به راحتی چرا اکسیژن داره خوب آره.
کلا سختی های این مدلی نداره، غذاش اوکیه، اکسیژن هست. تشکر میکنیم اینجا از مسئولین زندان اوین، غذاشو تعریف میکنم میگن اوکیه. بعد هموم چند وقتی بار؟ فکر میکنم دو سه روز یه بار میتونستی به دو روز یه بار. و بعد یه روز بهت گفتن که دیگه بسته یا چی؟ آها اونجا خود ارضایی هم خیلی حال میداد توی زندان؟ آره. بین سه نفر آدم غریبه؟ نه میرفت تو دستشویی دیگه. آها. همه اونا این کارو میکردن، همه میکردن، همه زندانی ها. آره بابا زندانی ها که اصلا خیلی کارهای دیگه ممکن بکنن. تو مثلا نرفی پشت توی دوشی و ببینی یه صابون افتاد روزن. آدم حسابی بودن هم. معذرت میخوام از آقای ولی تو اوین من شنیدم از این اتفاقا نمیفته. نه آره اون جایی کچوله چیه؟ کچویی و جاهای دیگه. حالا اونقدر کچویی که مثلا تحتیش و جاهای دیگه مثلا. ولی رجای شهر مثلا خود ارضایی مثلا خودش چیزه دیگه. مثلا تو در حقیقت انگار که تفریه روزانه سه روزی تفریه روزانه تو همون سه روز آه تو دستشویی. آره دست تو دستشویی حتی مثلا نداری که حتی مثلا سه بار به دستشویی بیای اگه حالا رو مودش باشی دیگه. نه من آخه مرد حسابی تو اون شرایط آخه تو برای مستربیشن و خود ارضایی یه موتیوی میخوای دیگه. تو به چی فکر میکنی؟ خب آخه میخوای بیای بیرون از اون حالت ها دیگه. آره خودتو باید در بیاری. آخه یه موضوع خیلی حسی دیگه. آقای نگه خیلی مثلا رو مود نباشن و اینا شاید اصلا اتفاق البته تو خیلی جوان بودی اون موقع دیگه هم آره هم کلا 21 سالم بود دو سالم بود همین که بعدم میکشد بیرون از اون فضا دیگه. از اون فضا میکشد بیرون. چیز جالبی گفتی. ایول چی بود؟ همسه بالاییمو فکر کنم یه سرسده هایی میکنه. بعد چند درصد دوازه گذاشته شبا که میشه اینا میز جا به جا میکنن. آره بال آره شکایتی ندارم. بعد یو من هم ریز بهت گفتن بسته یا چی مثلا میدونستی که آره دیگه سوالاشون تموم شد و آخرش گفتن شما چیزی چی؟ اوکی الان میتونی آزاد شین دیگه. ما رفتیم دادسرا بدون جریمه گفتن تبرئه. از چه از ما گفتیم همین جرائمتون چی بود؟ تبرئین ببخشید ولی کن تو رو فقط اون بچه های دیگه مونده بودن آره تا تموم شد دیگه بعدش با هم دیگه رفتیم گفتن تبرئین. آه آه نه نه پس شما رو فعلا گفتن برو خونه. آره هیچی بلا تکلیف. آره تا بچه ها بیان بعدن اومدن بعد رفتین دادسرا. قاضیتون کی بود؟ چه میدونم کی صلواتی نبوده. صلواتی بود الان مثلا دادتون در بوده بود. ها رفتیم یه جوری اونم گوش آقا تبرئین. حالا از هر جرمی که گفته بودن ارتباط به دولت و مقاصد بیگانه چی چیه فلان و تهاجم فرنگی اونم دقیقاً همه هم چیز بفهمید. هیچ عذرخواهی که نه تبرئه شدیم. همین اشتباه شد. اون بچه‌ها سیروز همش یه تک اونام نه نه اونام رفتن چیز تو بند رفتن. آره فکر می‌کنم بعد از 15 روز رفتن بند. چون زیاده واقعا. آره. زیاد. به این تأثیر گذاشت بود واقعیتش چیزی که خیلی دوست داشتم تجربهش بود دیگه. میدونم نه نه مثلا میدونی یه تغییر تو رفتارت کرده باشه یه چیزی یه عادتی ازت کم کرده باشه یا اضافه کرده باشه. هیچ. آه از اون به بعد خیلی دیگه راه میرفتم به خاطر اون قدم ها بود میرفتم. میگم پس یعنی یک عادتی به زندگی اضافه شد. واقعا همش ایستاده بودم. بعد اینا رو چی حساس بودن؟ رو سوسن خانوم؟ رو این جدیده؟ اینکه خیلی داشت نمیشه گفت اصلا. تو نمیپرسیدی که آقا من چی اونا بخن... میگفتن اومدی بعدن دیگه برو فقط مجوز. مجوز هم نمیدادن. نمیدادن دیگه به من که نه. من تا همین چند ماه پیش مجوز هم اصلا بهم نمیدادن که من اومدم اینجا. مجوز هم هیچ وقت بهتون نمیدن. البته دیگه آخری گفتن بیا بفرما الان مجوز... که دیگه بودش. الان که تو بفرما... وسط انقلاب مهسا بود دیگه به همه میگفتن آره بفرما برو کار کن دیگه. من دیگه گفتم نمیخوام. اون چیز چی برابکس خودشون هیچ وقت گرفتن؟ نه اونا هم اونا هیچ وقت بنده هیچ وقت اقدامی اصلا کردن یه دیگه رفتن جذب بازار کار و اینا دیگه. آره اونا اقدام کردن ولی نشد و گفتن اگر زیرزمینی کار بکنین رستوراناتون رو میبندیم. اینا هم ترسیدن دیگه هیچ وقت کار نکنن. یعنی نه مجوز که بیای بالا کار کنی. آره. نه زیر زمین کار کنی. رستوراناتون رو میبندیم اگه برای همین دیگه نخوندن. خیلی عجیبه واقعا.
خب بعد چه عمری آخه تلف میشه؟ ببین اولا اینکه تو ببین من از این چند سال یه چیزی بگم، ببخشید وسط ناراضی نیستم به یه دلیل، به خاطر اینکه این باعث شد که به یه علاقه دیگه هم برسم به اسم بازیگری. بازیگری به حال داد، اولین بار من تو تئاتر بود آشنا شدم. آفرین. بازیگری بهم حال داد، تونستم تو این فرصتی که کار نمی کنم و اینا بازیگری رو تجربه بکنم و خیلی باش حال کردم. حالا درسته که اینجا اون یه دونه رو فقط ندارم، همه چیزا رو دارم اینجا، ولی اون یه دونه بازیگری رو ندارم. اونم حالا آدم دلش تنگ میشه یه تئاتری. توش گامبرگرم باز در نهایت به خاطر اینکه تو موسیقی تو نمیتونی چیز بکنی مجبور شدی رفتی سراغ کار دیگه، پس اونم اضافه شد. اونم اضافه شد. آره راست میگی. پیکی پز بعدی رو من با تو میرم. بریم تو کارش. آره معلومه داش. آنچه شما خواستید. آره. آقا پیکی پز بعدی با هومن راسی. جان. فریناز هم یه برنامه آشپزی داره. آره آره. پیکی پز دوم با تو میرم. پیکی پز سوم با فریناز میرم. قبوله. اگه تو هم بیای میشه با تو فریناز میرم. همشو میتونیم با هم بریم. همشو با هم. اصلا هرچی قسمت بیشتر بهتر دی. تو چی گامبرگر رو چیا کردی توی ایران؟ گامبرگر رو من جمع کردم اومدم، به خاطر اینکه بالا سرش نباشی نابود میشه دیگه. غذا اینجوریه، باید بالا سرش باشی. حالا اینجا اینجا داری؟ آره بگو. خب بقیش اینجا تو کادیکوی ردیف کردیم، تو مودا گرفتیم. تو مودا از یک هفته دیگه شما میتونی بیای برگر بزنی. یعنی گامبرگر فرد علا در شعبه استانبول. در شعبه استانبول تو استانبول با کف دست. آره داداش استانبول کف دست. تو مودا خیلی باحال جاست. چه آدم حسابیا. خیلی خفنه. بچه شود همین امروز ما با علی عسکری رفتیم. اصلا چیزو بیایم پیکی کوک پیکی پز. پیکی پز رو بیایم تو چیز گامبرگر. بیا اونجا باید برگر بهتون یاد میدم. یه برگر خفن بهتون یاد میدم. چطوره؟ حله. آقا جمع میکنیم بریم الان بریم. بعد ببین یالی یه موضوعی که خیلی عجیبه برام. تو اولا که بسیار آدم خوبی هستی. فضل. حالا بچه ها کسی از نزدیک ممکنه، حالا قطعا که دوستان خود داری آدم ها آشنای خود میشتند، ولی که خیلی از دوستان و بچه ها کلن تو رو به واسطه موسیقی میشناسن، به واسطه مثلا کار هنری. قبل اینکه همو ببینیم چجوری بودم تو ذهنم، ولی ببین خیلی اهل موزیک نبودی تو. نه ولی خب ساسی مانکن رو همیشه مثلا دیده بودم و اون این کاراکتری که تو دیدم. نه بعدها من تو رو توی اینستای میدیدم چون کارهای تبلیغاتی میکردم. آره آره. بعد من میگفتم این پسر چقدر شبیه شگیه. و بعد جالبه برای اینکه اینجا وقتی که امالاتو سبیاتا اینجا وقتی با قابلیتت آشنا شدم دیدم تو دقیقا شگیه ایرانی. و بعد واقعا من نمیدونم این سیستم چقدر نامرده که چه قابلیت هایی رو از حیف عمل میکنه. آره. یعنی آدم ها رو حیف و میل میکنه. ببین جمهوری اسلامی این سیستم این داستان میلیون ها نفر آدم رو آواره کرده. میلیون ها نفر یقینا باعث مرگ میلیون ها انسان شده. یعنی تو در حقیقت اصلا اساسا جنگ ایران عراق رو فقط حساب بکنی که خب این وجود این حکومت توش یک تأثیر بسیار مستقیم داشته، همونجا یک دو میلیون نفر آدم مردن. بعضی میگن یک میلیون از دو طرف، بعضی میگن دو میلیون از دو طرف. دیگه حالا در طول این همه اتفاقات و این همه داستان اینا دیگه تا همین انقلاب مهسا که این آخر دیگه مثلا مستقیم دیدیم یا آبان مثلا 98 فلان از این. و به غیر از این داداش چه عمری رو از همه ما گرفته. یعنی از تمام مردم ایران، از تک تک این مثلا ببین ما الان همین الان یک جمعیت 70 میلیونی داخل ایران داریم، یه چیزی حدود 10-12 میلیون بیرون ایران داریم و بعد به این جمعیت مدام اضافه میشه چون خب خیلی ها فوت میکنن و آدم جدید اضافه میشه، یعنی آدم جدید متولد میشه و اینا عمر همه ما رو گرفتن. عمری که 44 سال از ما دریغ شد، فرصت هایی که از ما دریغ شد و این همه قابلیتی که
یا هدیه شد به جهان، یعنی این همه نخبه و این همه آدم مثلا قابل که اینا همه رفتن و خدماتشون رو به یک جور در جای دیگری در جهان ارائه دادن، یا اینکه عملا از بین رفتن، یعنی نبود دیگه. الان تو میتونستی تا الان چند تا آلبوم موفق بیرون داده باشی، چقدر کار هنری کرده باشی، چقدر میدونی از این شاخصهای هنریت استفاده کرده باشی، در صورتی که همیشه ترمز، همیشه پوزه بند، دست بند، پا بند، میدونی اصلا سافیکیت میکنه آدم، حس خفگی به آدم دست میدی. من همین الان که داریم با هم حرف میزنیم و بعد قراره که یک مثلا مکالمه همچین روون شل مثلا رفاقتی داشته باشیم، عصبی هم میخوام داد بزنم. اصلا فکرشو که میکنم، تازه از همه اینا جالبتره که من اکثر عمرم خارج از ایران بودم. با این حال میدونی میفهم چی میگی. ببین من میگم پشیمون نیستم به خاطر اینکه از ایران زودتر نزدم بیرون ها، وگرنه که چرا باید پشیمون باشم. چیزو بگو برامون، چی شد رفتی خندوانه؟ خندوانه به اولش اون مجوز میخواست مثلا گیر ندن که مجوز ندن. چرا گیر دادن؟ رامبد پاش وایساد دیگه، پاش وایساد گفت آقا من میخوام این باشه. چی کار میخوایم بکنیم؟ یه کاریش بکنیم باشه. باشه اسمشو نزنیم، اسمشو نمیزنیم. اسمشو نمیزنیم، اسممو نمیزنیم. خب بعد از یه مدت اسممو زدم، بعد یه مدت رفتم تو برنامه، بعد یه مدت تو برنامه خوندم ایرانیش. آره خب. بعد رفتم ارشاد میگفتم مجوز من بدین، میگفت من بهت گفتم سکوت کن، چرا رفتی تو خندوانه خوندی؟ یعنی چی؟ مالی خولیاست اینا قشنگ. آره اصلا انگار چون مگه اونجا میخوای بری بخونی، مگه نباید اینا بهت اوکی بدن؟ انگار که مثلا انگار هر قسمت با یه قسمت دیگه آره. مجزای دیگه ما با اینا لجیم. به من چه شما لجین؟ مثلا با تلویزیون با چیز ارشاد لجه چیه قضیه چی؟ اینا همش برای یک دلیل بهتره، برای اینکه تو هیچ وقت ایران نخونی. آره با مجوز اینا نخونی، به خدا به خدا. الان که البته دیگه دیدی که الان دیگه یه آدم های ایرانی الان دیگه آره اوره شمسکوره دیگه الان همه دارن التماس میکنن که بیاین بخونین دیگه، خیلی ها رو با تهدید و با زور مثلا گفتن. آره بخونین دیگه. بعد دوباره هم اونا رو چیز کردن، ممنوع کار کردن، همونایی که به زور آورده بودن. آره 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 اسم آره ولی آره میدونه. آره مالی خولیاس قشنگ به خدا. نه هر جا مرد یکی از قانوناشونه دیگه. آره 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 تو سیستم. آره هر جا مرد از پیش تعیین شده. آره سازماندهی هر البته... جا مرد سازماندهی شده. البته احساس همینه که اتفاقی به وجود اومده، گفتن چه خوبه هر جا مرد جواب ازش میگیرن. آره همین فرمون بریم. بریم همین فرمون دارم میارم. یالا تا بریم تا کجا؟ توی یکی از شعرات داری میگی چی؟ میگی که شما رفتنین مرگتون کردی. آره 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 ایوالا ایوالا همینجوری هم میشه همین. حالا اینو نمیذاریم همین یه تیکه میاد بیرون و من گفتم آره اون چی دیگه اون تو اون آره اون تیکش خیلی باره خیلی باره. ببین خیلی آلبوم خوبه، یعنی من تو سه تا ترک بر من فرستادی و بعد کلن توی اون کانورسیشنمون توی چی؟ چتمون آره چیزی نداریم تلگرام همین سه تاست و من وقتی مثلا میخوام بودم یا چیز بکنم میذارم رو نیچون همش خیلی خوبه. فقط من میشه خنگم مثلا ساعتا باش دویدم باز حفظ نمیشم، انقدر تون میخونی. آره حق داری. آره جدیدارا بقیه رو بفرستم تو رو قرآن یه هفتش تا دیگه هست. چرا نمیفرستی؟ دیگه گفتم من که امنم یکی یکی. آقا نه من نم پس ندادم میخواستم یکی کس. یکی باشه برای من بفرست. بعد ببین حالا الان که دوباره اومدی اینجا و اینجا یه مرتبه دیدی که چیز شد دیگه. آره مغزم واقعا باز شد. در این موقع که آمریکا رفتی فکر نمیکردی که بمونی؟ نه اون موقع اصلا بهش فکر نمیکردم. الان مثلا بود شاید چی ایران برای جذاب بود که اصلا میخواستی برگردی؟ راستش من با رفیقام اومده بودم، اونا میخواستم برگردم. من بهش خیلی فکر نمیکردم بمونم، مثلا بخوام تنها اونجا بشینم. نه به اینکه مثلا بتونی بعد اصلا انقدرم چیز نبود، داغون نبود، هی یواش یواش هی داغون تر شد. میفهمی چی میگم؟ داغون تر شد ولی اون موقع آره داغون که بود بابا داغون بود دیگه. ولی به هر حال دلار 3 تومن بود دیگه.
آره ولی کلا سیستم همین بود دیگه داشت قبل داشت داغون نبود 10 روز برده انفرادی داگه دیگه داغون دیگه چی آره اونو بعدش رفت آره آره خب بعد الان اینجا هم گامبرگر رو داریم هم کلیپ های جدید رو داریم کلیپ های جدید که فردا فیلم بعدی تو ببین تو خیلی هم مالتی تاسک دیگه تو الان مثلا خود ترانه ها تو می نویسی یا بعد من میدونم که برای چند تا خواننده دیگه هم نوشتی آره تنظیم بره. کردی میشه گفت میشه بعد بگیم میتونی بگیم نه آره فکر میکنم به زودی پخش بشه برای احلام درست کردم یعنی ایوالا ایوالا آره خیلی هم خوب خوندتش عالیه ایوالا یه دونه کارم جدید با چیز دادی با خانم ساتین ساتین آره آفرین ایوالا اسمش کمش کنه کامیکسونش همین دو سه روزه میاد و ایوالا بعد کلیپای خودمه بعد اسم این آلبوم چیه هچل هفت بود حالا داره عوض ببین من اینقدر یه زمانی اینقدر دلم میخواد که از اینا توی این اپیزود استفاده بکنم ولی تو هیچ کدوم رو ریلیز نکردی به غیر اشکال نداره تا 10 ثانیه شون رو بذار خداییش آره بابا آورد تو کارش پس دیگه مجبوری به نویدم بدی اشکال نداره نوید که امنه آقا امنه آره. میتونی هم بدی من بذارم نه با خودی هیچ وقت پخش نمیکنه نه اصلا نه دیگه ایمان ببین تو خیلی 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 هم تو هم فریناز اصلا شما واقعا انسانهای فریناز همسرشو میگم شما واقعا انسانهای عجیبی هستی یعنی انقدر تو پسر خوبی هستی یعنی انقدر تو انسان خوبی هستی و میگم خب تقریبا کسی بچه های مثلا مخاطبینه شاید این شانس رو نداشتن که شخصا تو رو بشنسن دیگه ولی تو انقدر آدم خاکی هستی انقدر آدم مهربونی هستی انقدر پایه‌ای انقدر آدمی من امروز شما با خواهرم صحبت میکردم از اینجا بهش سلام میکنم سلام سونیا سونیا بعد امروز بهش گفتم بشم باش توضیح بعد اون الان کامل از سوشال اون قبلا اصلا تو اینستاگرام فعالیت داشت اینا اون چون خواهر من در کمبریج پی اچ دی میخونه به به و خیلی هم بهش افتخار میکنم و ببین درسای سنگین شده کلن همه سوشال میدیا اینا رو همه رو گذاشته کنار دمشن. بعد امروزش هم باش صحبت میکردم و اصلا نمیدونست که گفت کتم یوتیوب گفت ای یوتیوب رو انداختی ای والا فلا این اون رو گفتم امشب هم بعدش هم تعریف میکردم براش که یه برنامه دارم به نام پیکی پد یه برنامه دارم به نام پیکی تاک پیکی فیت پیکی بیوتی بعد وای فلان گفتم که بعد مهمونای گفتم که پیکی تاک خلاص براش توضیح دادم بعد گفتم امشب یه ضبط داریم گفت کیه گفتم ضبطم با هومن گامنه گفت خیلی من دوستش دارم خیلی گفت خیلی گوگولیه و بعد که خود تو هم لطف کردی امروز قبل از اینکه ما با هم چیز بکنیم واقعیتش یه چیز ضبط کردیم برای خواهرم فرستادیم آره معمولا اینجور موقع از آدم از طرفش میگه ولی واقعا تو انقدر خوشگل داری خودتو پرزنت میکنی اصلا نیاز به تعریف نداره همه میشناسن چقدر خفنی واقعا نیاز میگی؟ آره نیاز نیست آدم بیا این باکس هم باید باز کنم فوشا رو برات بخونم نه ولی جدی جدی تو در زندگی اونا هم علکی میگی حالا تو که لطف داری ولی تو در زندگی واقعی یک آدم نابی که آدم مثلا نگاه میکنه و میگه که خب تو آدمایی مثل تو وجود داره این دنیا جای قشنگی میمونه و واقعا قدر خودتو باید بدونی دمت گرم من به عنوان رفیق خیلی قدرتو میدونم راوی مثلا هم ببین تمام این حرفا رو من با راوی مثلا مدت ها پشت سرت دادم راست تو یوتیوب یه چند تا برنامه خفن باحالم داری آره. اولین مهمون برنامه تو من بودم اولیش تو بودی که ببخشید ریدیم یعنی آدم خدا وکیلی آدم رفیقش تو رو اول اولی ولی یه بار دیگه میای دعوتم میکنی آره. او کله میام بیا اونو جبران کن صدای بعد آره دیگه چی بود دیگه قلقیری بود آره. دیگه اینا یه برنامه گام روا داریم که خیلی خفنه اگر آره یه دونم کندوکاش داریم یه دونم کندوکاش داریم لینکشو میذاریم این زیر آره آره منشن میکنم میگه آره. دیگه یعنی برای صفحه تو که بعد بچه ها برن اینا رو هم نگاه بکنن و خلاصه بعد اون برنامه رو داری گامبرگر رو داری تو گفتی دهش هست تو خیلی دوست داشتی برنامه دهش هست خیلی خوب بود خیلی خوب بود دهش هست تو ببینیم خیلی باحال بود خیلی خفن این هفته سحر رو بردیم آره 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 آره, 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 آره اونم باحال بود
اصلا کلا این داستان دهه 60 خیلی تو البته تو مثلا من 68م آخرشم ولی تو خیلی جوونی ها 12 سال از بابا دیگه منم من بزرگ شدم دیگه نه دیگه نگو دیگه ای والله آقا من واقعا ازت تشکر میکنم دمت گرم مرسی و عزیزی تو قربون تو خیلی حال داد تیگر تو قربونه. یه موقعی اصلا فکر نمیکنم اینجا دور میکاشتی آره دمت گرم من فکر نمیکنم فکرم که همونجور حرفه که همشو با هم میزنیم دقیقا قربون تو برم طبق عادات پیکیتا که من بلند میشم بغلت میکنم و ممنون که بودیم حالا میتونیم بعدا دوباره با هم دیگه میبینه و دوباره فرمان رو موضوع دیگه هم سوال بقید لب خند اصلا جدی جدی هم جنریشن زدی هم